صبر کن مادر جون، تغذیت یادت رفت. مامان بازم نون و پنیر رو گردو؟ یادت باشه حتما اونو بخوری، گرسنه نمونی مادر جون. برو مدرسه دیر نشه. همش نون و پنیر، کره و عسل. رضا با خودش چیپس میاره، علی یواشک میخوره، منم نون و پنیر. سخاری کجا و چیپس و لواشک کجا؟ چیپس؟ آره خوشمزه است، منم خیلی دوست دارم سعید، ولی مامانم میگه اگه همیشه چیپس و پفک بخوریم وقتی بزرگ شدیم همش مریض میشیم و از اینجور حرفای تکراری. مگه مامان تا اینا نمیگه؟ چرا خب مامان منم همینا رو میگه، ولی من که امروز تو مدرسه به جای نون و پنیر چیپس خوردم. یعنی به مامانت هم میگی که امروز به جای نون پنیر چیپس خوردی؟ به مامانم. ببین میلاد، من باید برم مشقامو بنویسم، خدافظ. خب حالا با این نون و پنیر چی کار کنم؟ آها بیا بیا بیو 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 دیگه، بیو بخورش پنیره. خب حالا با مغز گردوهاش چی کار کنم؟ آها سونیا، مغز گردو میخوری؟ آه بیا. آفرین، کمکم کن تا از دست لقمه نون و پنیر مامانم راحت بشم. اه چی شد؟ خب معلومه چرا رفت، برای اینکه سونیا هم دوست نداره من کاری بکنم که مامانم ناراحت بشه. ولی میلاد درست میگفت، اگه مامانم ازم سوال کرد که نون و پنیرمو خوردم یا نه، من که نمیتونم بهش دروغ بگم. خب اینکه هنوز تموم نشده. آره بهترین کار اینه که بقیهشو خودم بخورم تا مجبور نشم دروغ بگم. سلام، چقدر خوب شد که بالاخره تصمیم گرفتی به مامان دروغ نگی. سلام، تازه اون چند تا گردو هم که دادم به سونیا اگه به مامانم بگم که ناراحت نمیشه. چیه؟ بازم مغز گردو میخوای؟ تو که غذا گردو نیست، همون چند تا که خوردی کافیه، حالت بد میشه ها. آفرین به سونیا که چون میدونه سعید دوستش داره و نگران سلامتیشه حرفش گوش میکنه. و چقدر خوبه که پسر خوبی مثل سعیدم وقتی میبینه مامانش بهش میگه که چیزایی مثل چیپس و پفک و کمتر بخوره حرفشو گوش کنه. نونو پنیرا تموم شد، خداحافظ. برو سعید جون، خداحافظ. Thank you.